سلام دوستان، به کانال یوتیوب باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به سرنوشت بازیگران معروف سریال مسافری از هند میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله یک کنارشو بزنید. مسافری از هند یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی قاسم جعفری و تهیه کنندگی صدیقه صحت و محصول سال 1381 است. نکته جالب این است که کمتر کسی متوجه این است که حدوداً 18 سال از پخش این سریال گذشته و سرعت گذر عمر در این امر کاملاً پیداست. در این برنامه از کانال یوتیوب باید بدانیم به سرنوشت بازیگران این سریال بعد از 18 سال پرداختیم. پس با ما در ادامه همراه باشید. داستان از این قرار بود که رامین نادری برای درس خواندن به هندوستان می رود. او که قرار است با دختر دایی خود پروانه ازدواج کند، با دختری هندی به نام سیتا آشنا می شود و او را برای ازدواج به ایران می آورد. اما ورود سیتا به ایران مشکلاتی را به وجود می آورد. شیلا خداداد در نقش سیتا. شیلا خداداد متولد 14 آبان 1359 در تهران بازیگر است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته شیمی از دانشگاه آزاد است. در دبیرستان ریاضی و فیزیک خوانده و به دعوت آقای کیمیایی اولین بار در سال 1378 وقتی 19 ساله بود بازی کرد. سپس به کلاس های بازیگری آقای علی ژکان رفت. اولین حضور او در قاب تلویزیون با سریال مسافری از هند در سال 1381 و در نقش دختر هندی به نام سیتا او را به شهرت رساند. شیلا خداداد در سال 1389 با جراح بینی اش دکتر فرزین سرکارات ازدواج کرد. فرزند اول شیلا خداداد سامیار سرکارات در 27 آبان ماه 1392 به دنیا آمد. دومین فرزندش دختری به نام ساتین است که در 1 فروردین 96 متولد شد. پدر شیلا خداداد ساکن کشور آمریکا می باشد و خود وی نیز گرین کارت آمریکا را دارد. او می گوید این کشور را دوست دارم. البته نه برای زندگی کردن، بلکه برای تفریح کردن خوب است. سامیار فرزند اول ایشان متولد آمریکا می باشد. خانم شیلا خداداد کار ترجمه کتاب هم می کند. چندی پیش کتاب من و مهارت‌های زندگی برای کودکان را ترجمه و منتشر کرده است. ایشان در مرداد 98 نیز کتاب بعضی رازها را نباید نگه داشت با موضوع آزار جنسی کودکان را منتشر کرد. سروش گودرزی در نقش رامین. سروش گودرزی متولد 21 دی 1353 در خرمشهر بازیگر است. او فارغ التحصیل لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی تهران می باشد. در سال 79 وقتی 21 ساله بود از طریق یکی از دوستان دبیرستانیش که دستیار کارگردان شده بود برای بازی در فیلم پارتی به کارگردانی سامان مقدم معرفی شد. بعد از تجربه موفق در فیلم پارتی سال 1380 برای بازی در سریال خط قرمز دعوت شد. او در نقش رامین سریال خط قرمز به چندان شهرتی رسید که هنوز با آن نقش از او یاد می شود. سروش مدت کوتاهی بعد از سریال خط قرمز با سریال مسافری از هند در سال 1381 باز هم در نقش رامین دوباره سر زبان ها افتاد و سوپر استار آن موقع سینمای ایران شد. سروش گودرزی بعد از مسافری از هند در سال 1382 زمانی که در اوج شهرت بود ازدواج کرد. اما برای ادامه زندگی در کمال ناباوری به کشور آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا خبری از شهرت سروش نبود. به همین خاطر با همسرش به مشکل خورد و در نهایت سال 1384 در آمریکا از همسرش طلاق گرفت. بعد از آن وی به شهر سیاتل رفت و در دانشگاه درس خواند. ورزش کرد و در یک شرکت نیز وارد کار بیزینسی شد. در نهایت در سال 1391 به ایران بازگشت.
سروش گودرزی آخرین تجربه‌ای که در بازیگری داشت به فیلم روز رستاخیز سال 1391 باز می‌گردد. این فیلم به علت نشان دادن چهره حضرت ابوالفضل سالهاست توقیف شده است. حمید گودرزی در نقش فرزاد. حمید گودرزی متولد 2 آذر 1356 در بروجرد، بازیگر و مجری تلویزیون است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته بازیگری از دانشگاه آزاد تهران می باشد. اولین بار در یک نقش کوتاه با فیلم سهراب به کارگردانی سعید سهیلی در سال 1378 جلوی دوربین رفت و در همین سال با سریال دانی و من وارد قاب تلویزیون شد. در سال 1381 وقتی 25 ساله بود با نقش فرزاد در سریال مسافری از هند به همراه شیلا خداداد، بهنوش طباطبایی و الهام حمیدی به شدت به شهرت رسید. حمید گودرزی در 20 شهریور 1383 با دختری به نام ماندانا دانشور ازدواج کرد. این زوج سال 1395 بعد از 12 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. گودرزی میگوید علت طلاق این بود که همسرش علاقه ای به زندگی در ایران نداشت و میخواست از ایران برود. حمید گودرزی تیر 1398 در مراسم 19مین جشن حافظ از همسر دوم خود رونمایی کرد. ایشان از چهره های هنری نیستند. او از سال 1397 با مسابقه 5 ستاره در قامت مجری به تلویزیون بازگشت و حالا جای پژمان بازقی را در کودکشو گرفته است. نسرین مغانلو در نقش سیمین. نسرین مغانلو متولد 1 تیر 1347 در تهران بازیگر است. او دانشجوی انصرافی سال دوم رشته مامایی می باشد. به صورت جدی از 18 سالگی بازیگر تئاتر بود تا اینکه در سال 1370 وقتی 23 ساله بود در فیلم دو نیمه سیب به کارگردانی کیانوش عیاری جلوی دوربین رفت. نسرین مغانلو در سال 1372 وقتی 25 ساله بود با کمال خلیلیان فوتبالیست معروف آن زمان ازدواج کرد و برای ادامه زندگی راهی کشور آمریکا شد. مغانلو و همسرش صاحب 2 فرزند پسر به نامهای ارشیا و آریان شدند. هر دو پسر متولد آمریکا و بزرگ شده و تحصیل کرده آنجا هستند. خانم مغانلو بعد از 10 سال به ایران بازگشت، اما همسر و فرزندان بین ایران و آمریکا در رفت و آمدند. خانم بازیگر به شدت به آشپزی علاقه دارد و میگوید از اینکه پای گاز بایستد و غذا بپزد لذت میبرد. همین علاقه سبب شد نگارش کتاب آشپزی نسرین را شروع کند. نسرین مغانلو بعد از سریال مسافری از هند در بسیاری از سریال‌های درخشان ظاهر شده و بازیگر پرکاری است. آخرین کار موفق او بازی در سریال دل به کارگردانی منوچهر هادی بود. الهام حمیدی در نقش پروانه. الهام حمیدی متولد 8 آذر 1356 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. وی فارغ التحصیل لیسانس رشته حسابداری از دانشگاه آزاد رودهن می باشد. اولین بار سال 1363 وقتی 7 ساله بود با تئاتر بازیگری را تجربه کرد و توانست جایزه اول منطقه را نیز کسب کند. بعد از 16 سال دوری از هنر سال 1379 وقتی 23 ساله بود به کلاس بازیگری رفت و از آنجا برای بازی در سریال طنز معجزه ازدواج به کارگردانی علیرضا خمسه معرفی شد. او بازی در سینما را در سال 1380 با فیلم دنیا تجربه کرد، اما شروع شهرت وی با سریال پرمخاطب مسافری از هند به کارگردانی قاسم جعفری بود. خانم بازیگر در سال 83 وقتی 27 ساله بود به خاطر بازی در فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک تندیس زرین بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از خانه سینما گرفت. بازی زیبای او در سریال زیر تیغ در سال 1385 و نقش بیادماندنیش در سریال یوسف پیامبر در نقش همسر یوزارسیف در سال 87 او را محبوب‌تر از گذشته کرد. الهام حمیدی اولین بار در سال 1376 در سن 20 سالگی قبل از ورود به عرصه بازیگری ازدواج کرد
اما این رابطه دوام چندانی نداشت و خیلی زود به طلاق ختم شد. الهام حمیدی بعد از 21 سال مجردی برای بار دوم در 13 بهمن 1397 در 41 سالگی برای بار دوم با آقای علیرضا صادقی ازدواج کرد. خانم حمیدی در 14 خرداد 1399 خبر به دنیا آمدن فرزند پسرش به نام الوین را رسانه ای کرد که نام خاص این پسر برای طرفداران ایشان جالب بود. ایرج نوذری در نقش عموی سیتا. ایرج نوذری متولد 7 اسفند 1342 در تهران بازیگر است. او فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته زبانشناسی می باشد. اولین تجربه ایرج نوذری در سن 28 سالگی و در سال 1370 با فیلم آوینار و آخرین تلاش شروع شد. او سپس به خارج از کشور مهاجرت کرد و 12 سال بعد دوباره به ایران بازگشت. اولین تجربه او بعد از بازگشت به ایران بازی در سریال مسافری از هند در سال 1382 بود. سریال مسافری از هند با 96% بیننده پربیننده ترین سریال پس از انقلاب در تلویزیون ایران بود. در سال 1370 با یک دختر اسپانیایی ازدواج کرده است. این زوج صاحب دو دختر به نامهای دلربا و دلناز هستند. او این روزها کنار همه فعالیت‌های هنریش به فکر ساخت مستند می باشد. او همچنین در حال نوشتن مجموعه ای است که نوذری ها نام دارد و در آن به زندگی محمود نوذری، عمویش، منوچهر نوذری، پدرش و خودش می پردازد و رمز و رازهایی از زندگیشان را می گوید که تا به حال کسی نشنیده است. به علت ازدیاد عوامل این سریال و خارج از حوصله شدن این ویدیو به معروفترین بازیگران این سریال پرداخته شد. به نظر شما کدام نقش در این سریال درخشان تر بود؟ دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.